بشنو از نیچون حکایت میکند واقعا نقطه اوج خلاقیت هنری در ادب فارسی. اینجا مولانا داره صحبت میکنه که بشنوید، اما نه از من، بشنو از نی. این نی رو هم گذاشته رو لب معشوق که من فقط نیم، اوست که در من میدمه. بشنو از اونی که نیست، بشنو از نی. حالا ما ببین چون حکایت میکند چه داستانهایی برای تعریف میکنه که هیچ پایانی نداره. این همه مثنوی 30,000 بیت تمام گزارش همون نی هست که داره حرف میزنه. خود مولانا اشاره میکنه که گر نبودی با لبش نی را سمر، یعنی این قصه ها را اگر لب او نمیگفت نی جهان را پر نکردی از شکر. میبینی که جهان پر از شیرینی شده، پس معلوم میشه یه شیرین لبی اینو گذاشته رو لبش داره حرف میزنه. بشنود نی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکند. چون در این عالم تقسیمات دوگانه خیلی زیاد است، تقسیم وحدت و کثرت، تقسیم وصال و فراق، که ما یا در وصال هستیم یا در فراق هستیم. این نی در واقع داره داستان فراق رو تعریف میکنه که ما کجا بودیم، حالا اینجا کجا هست. مولانا میگه که از نیستان تا مرا ببریده اند، از موقعی که من از اون نیستان وحدت که ما با هم در کمال وحدت بودیم ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدند. چرا؟ برای اینکه هر چی که من دارم داستان رو تعریف میکنم، هر کسی که اینو گوش میکنه اونم به یاد میاره، چون همه ما در یه جایی با هم در عالم وصال بودیم. منتها بقیه مردم یادشون رفته، من یادمه. من که یادم دارم تعریف میکنم که اونا هم با من هم صدا میشن. آتش است این بانگ نای و نیست باد. یا فکر نکنین این باد من دارم میدمم این تو، این یک آتشی در دل تو روشن میکنه. اون آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. هر که این آتش ندارد نیست باد.